گماشتن افراد در پست کلیدی دولتی موضوع است که بر بنیاد توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی سران حکومت باید درباریان با هم تفاهم داشته باشند. اما دیده می شود که این وضع بیشتر برای کشور و مردم زیان داشته است تا سود. چنان که به درازا کشیدن این تعینات در هر بخش باعث شده است که در حال حاضر در بیشتر نهادهای دولتی ده ها کرسی از سوی سرپرستان اداره شوند. ریاست جمهوری هم برای پایان دادن به این سرپرستی تازه دست کار شده است. شورای عالی اصلاحاتی داری به زودی به کار آغاز می‌کند. هدف از ایجاد این شورا سرعت بخشیدن به پروسه استخدام برای جوانان مستعد در ادارات دولتی می باشد. حکومت وحدت ملی تصمیم دارد تا بزودی به زودی به سرپرستی در ادارات پایان دهد. وزارت شهرسازی یکی از این نهادهای پر از سرپرست است که در کنار بخشهای دیگر ریاست شهرسازی کابل، ریاست پالیسی و پلان، ریاست مالی، ریاست تفتیش داخلی، ریاست منابع بشری، ریاست تدارکات و ریاست اطلاعات و ارتباط آمیان از سوی سرپرستان و پیش برده می شوند. در کنار نهادهای دیگر، وزارت تحصیلات عالی نیز حضور سرپرستان را در ریاست دفتر، ریاست پلان و پالیسی، ریاست تضمین کیفیت، ریاست کانکور، ریاست تحصیلات عالی در خارج، ریاست تفتیش و ریاست نشرات این وزارت گواست. عمدتا ستم های ملی، ستم مذهبی، ستم زبانی و غیره دیدیم ولی ستم تیمی رو ندیده بودیم دیگه. از این لحاظ در دو سال ستم تیمی در حد به وجود آمده که باید حتی مدیرای عمومی هم که باشه یا از تیم باشه مقرر شود دو تیم یا اگر از دو تیم نباشه مقرر نشه افزون بر پایتخت در ولایت ها نیز می شود این وضع را سراغ داشت به گونه مثال در کندوز ولایتی که پس از سقوط به دست طالبان سخت به مدیریت و برگشت به گذشته آرام نیاز داشت کندوز از نخستین هایی بود که حکومت به آن والی فرستاد اما ریاست های کلیدی همچون امنیت ملی معارف شهرسازی و امور زنان از سوی سرپرستان اداره میشوند افزون بر این ولسوالی دشت فرماندهی پلیس ولسوالی قلعیزال و فرماندهی پلیس ولسوالی خانآباد را هم سرپرستان به پیش میبرند ادارات ولایت قندوز تمامش به سرپرستی به سر میبرند علت <تص> دیگه سرپرستی دیگه چې په اکثریت ولایتو کې پولیس که کې نامنی ده در حال که حکومت وحدت ملی به دو سالگیش می رسد، آگان بدین باورند که اختلافات میان حکومتی و نپرداختن به مسائل مهم از سوی سران حکومت برناباسمانیا در کشور خواهند افزود و این در آینده نظام سیاسی را بسیار صدمه خواهد زد.